بسم الله الرحمن الرحیم. 33 جشنواره بین المللی فیلم فجر تقدیم می کند. 12 الی 22 بهمن ماه 1393. سلام علیکم. رخ دیوانه عنوان اولین فیلمی بود که امروز رونمایی شد و برای مخاطبین معرفی شد. خانم طناز طباطبایی، ساعد سهیلی و آقای امیر جدیدی و آقای ابوالحسن داودی با من کارگردان حضور داشتن. یه سری گفتگو گرفتیم براتون، ما هم همراه باشین، آنونس فیلم هم تماشا کنین. در ادامه هم حالا دوتا فیلم دیگه هم قرار رو نمایشه، با ما همراه باشین. دیوانه هم قصه خیلی خوبی داشت. یعنی من موقعی که فیلمنامه رو داشتم میخوندم، همیشه خودم به عنوان مخاطب عام میذارم برای اینکه وقتی دارم فیلمنامه رو میخونم ببینم چه حسی به خودم دست میده، برای اینکه دوست دارم که مخاطب راضی باشه از فیلمهایی که من کار میکنم. هم قصه خیلی خوبی داشت و هم خیلی نقش پر افت و خیزی داشت، یعنی در واقع نوسانات روحی و روانی نقش خیلی بالا پایین داشت و خیلی کار سختی بود، یعنی خیلی تجربه سختی بود بر من. خب یه جور عجیب غریبی برای فیلم تبلیغ کردی، گفتی هر کی دوست داره ببینه، هر کی دوست نداره نبینه. این پیام این تبلیغه چی بود؟ خب به هر حال من فکر می‌کنم ما احترام می‌ذاریم به مخاطبمون، تمام تلاشمون رو می‌کنیم کارمون رو درست انجام بدیم و نیازی نمی‌بینم که، و این فیلم نیازی نداره به تبلیغ به نظر من، کار خودشو میکنه. این که خب برمیگرد به سلیقه، هر کی دوست داره ببینه، هر کی دوست داره نبینه. بی احترامی به کس خاصی نکردم. آقای داودی، گفتین که این فیلم شرایطی براش رقم خورد که به عنوان سخت‌ترین کار شما تو کارنامه‌تون ثبت شده. چرا؟ چه شرایطی بوده؟ ایشالا بعدن میبینین، بعدن راجع به صحبت میکنم. امکانم مشکل تولید بوده یا مثلا مشکلات مالی و اینا؟ مجموعه همش بود. اصلا موبایل نخواستی؟ شمارش که میتونی بدی؟ شمارش بده. چه زود پسرخاله میشی؟ به شما که افشت داره تو شماره من بده، من بهت زنگ میزنم. چیکار داری؟ امتحان کنیم دیگه، شما ملی تماشا هلو؟ نه باشد نمیده، به تو شماره تو بده. بوده چقدر امیدواریم به فیلم تو جشنواره و به نگاه مثبت داورا؟ والا من همیشه امیدوارم دیگه، حالا چقدرش با خداست، هر کسی سلیقه و نظر خودشو داره و محترم. چند تا سیمرغ متصورین آقا برای کارتون؟ هیچ تصوری ندارم، هیچ چیزی هم پیش بینی هم نمی کنم. بین مرگ ماهی و رخ دیوانه فکر می‌کنین برای کدوم کاندید میشین، برای کدوم سیمرغ میگیرین؟ هیچ ایده ای ندارم. برای کدومش امیدوارترین؟ به آخر مختصر نقشه یه جورایی میتونه نشون بده دیگه، برای پیش بینی آدم کمک میکنه. اینکه کدومش مورد علاقه یا سلیقه در واقع داورها باشه یا با چه نگاهی دارن فیلم ها رو قضاوت میکنن نمیدونم، ولی این تنها چیزی که میدونم اینه که دوتا نقش با دوتا شیوه اجرایی کاملا متفاوت. بابام که بابام 45 شهر بود یارانه و مرو نمیده، میگه همون نونه کنار غذا بیشتر 45 شهر. دوتا معدود پسرهای کارگردانهایی که خیلی موفق عمل کرده و تونسته خودش از چتر اسم پدرش جدا کنه. لطف دارین شما، من تمام سعیم میکنم که کارامو درست انجام بدم، لذت ببرم از کارم. تا جایی هم پیش میرم که توان داشته باشم، خدا رو شکر خدا هم کمک میکنه و به آینده امیدوارم. رخ دیوانه چی داشت که تو رو قلقلک داد بری تو کار؟ قلقلک که انقدر قلقلک داد به خنده افتادم.